همراه میشیم با دکتر عباس علی غلامی، داروساز از شهر نکایی استان مازندران. سلام، خوش اومدید به برنامه. آقای غلامی، آیا بحران دارو در ایران فراگیر است و در رابطه با همه داروها وجود دارد یا فقط برخی از داروها دچار بحران شدند؟ عرض ادب و احترام خدمت عزیزان، خدمتتون عرض کنم که با عنایت به عمق فاجعه اقتصادی و مسائل تحریم، موضوع در واقع بحث اقتصاد دارو هست در داروخانه و اینکه از اونجایی که بحث مالی به هر حال در حوزه اقتصادی خیلی مؤثره و داروخانه در فیلد پزشکی عملا ارتباط تنگاتنگی با سازوکارهای اقتصادی داره و از اونجایی که بحث انقباضی بانک‌ها هم به اوج خودش رسیده، تزریق پول به شدت در اقتصاد جمهوری اسلامی به شدت تو شرایط نابهنجاری قرار گرفته و بسیارم انتحاری داره عمل میشه، متاسفانه دامنگیر همه اقتصادها شده. عملا چک های بالاتر از 100 میلیون تومان پاس نمیشن و مشکلات یکی پس از دیگری در حال وقوع هستش، از جمله اقتصاد دارو و داروسازی رو. بله. مشکلات پیش آمده برای داروها چه ارتباطی با تحریم های بین المللی بر علیه ایران دارد؟ مسلماً مرتبط و البته خب بحران عدم مدیریت کارآمد که دامنگیر کل جامعه هست، کل سازوکارهای مدیریتی کشور هست، در اینجا هم یقیناً کاملا مشهوده. متاسفانه ظرفیت ها به شدت داره حرف میره و اونایی که بایستی مدیریت ها رو در اونایی که بایستی در رأس امور و مدیریت ها رو به عهده بگیرن در حاشیه و متاسفانه اونایی که نباید رأس امور هستن. مشکل تحریم هست ولی بیشتر از اون به مسئله مدیریتی برمیگرده. بله جناب دکتر، مسئله تعطیلی داروخانه ها به مشکل دارو در ایران بیشتر مربوط است یا وضعیت اقتصادی کشور؟ بیشتر به وضعیت اقتصادی ارتباط داره. همه چیز هست، خوب مدیریت نمیشه. البته خب یقینا تحریم، خب تحریم هم که خب کاملا مرتبط به سیاست های خارجی و به سیاست ارتباط داره، خب اونا موزل مرتفع نشه این موضوع به شدت بیشتر ادامه خواهد داشت. اقتصاد دقیقا حرف اوله، بله اقتصادی بیشتر.